سلام به دوستداران اندیشه و تفکر. در این ویدیو درباره بودا و فلسفه زندگی او صحبت می‌کنیم. داستان زندگی بودا همچون آیین او یکسره درباره برخورد با رنج است. او بین سده ششم و چهارم قبل از میلاد متولد شد و فرزند پادشاهی ثروتمند در دامنه‌های هیمالیای نپال بود. پیشگویی شده بود که بودای جوان که آن زمان سیدارتا گاتاما خوانده میشد یا امپراتور هند می شود و یا مردی بسیار مقدس. از آنجا که پدرش به هر قیمتی میخواست او امپراتور شود، او را منزوی در قصر نگه می داشت. به مدت 29 سال گاتاما در ناز و نعمت زیست و از کوچکترین بدقبالی های جهان بیرون محافظت شد. اما پس از آن قصر را برای گردش های کوتاه ترک کرد. از آن شدید حیرت کرد. نخست مردی بیمار، سپس آدمی سال خورده و سپس فردی در حال مرگ. بودا از این کشف بهت‌زده شد که این تیره بختان نمادی از شرایط معمول و در واقع اجتناب ناپذیر انسانی هستند که روزی به سراغ او هم خواهند آمد. وحشت‌زده و مات و مبهوت سفر چهارمی به بیرون از دیوارهای کاخ آغاز کرد و آنجا مردی مقدس را دید که آموخته بود در میانی رنج گسترده انسان زندگی معنوی را بجوید. با الهام از این مرد روحانی گاتاما قصر را برای همیشه ترک گفت و تلاش کرد از دیگر مقدسان بیاموزد، به پیروی از آنان در دوری از خوشی و رفاه طبیعی از گرسنگی تقریبا به حال مرگ افتاد. شگفت‌آور نیست که این روش رنج زیستنش را تسکین نداد. سپس به یاد آورد که وقتی پسر کوچکی بود و در کنار رود می نشست، توجه کرده بود وقتی علف ها را می زنند، حشرات و تخمشان لگدمال و نابود می شوند. دلسوزی عمیق کودکانی برای آن حشرات ریز احساس کرد. با اندیشه درباره شفقت کودکی، گاتاما آرامشی عمیق حس کرد. غذا خورد، مراقبه کرد و سرانجام به اعلی‌ترین مرتبه وارستگی رسید. نیروانا رهایی، اشاره ایست به خاموشی آتش خواهش ها، و این گونه گاتاما بودا شد، یعنی بیدار. بودا بهترین رویکرد به رنج را کشف کرد. اول، آدم نباید در ناز و نعمت غرق شود و نه یک سر از خوراک و راحت دوری کند. در عوض باید با میانه روی زندگی کند و بودا این را راه میانه نام نهاد. سپس بودا راهی را توصیف کرد تا رنج و سختی را تعالی دهد و آن را چهار حقیقت با فضیلت نامید. نخستین حقیقت درک آن است که سفر بودا را باعث شد اینکه در این جهان رنج هست و ناخرسندی مدام. دوم آن که رنج حاصل خواهش ها و تمنایات ماست. آنطور که بودا می گفت، دلبستگی ریشه تمام رنج هاست. سومین حقیقت آن که می توان با میراندن خواهش ها و یا مدیریتشان آنها را تعالی بخشید. و این گونه بودا این ادعای جالب توجه را کرد که باید دیدمان را عوض کنیم و نه شرایط را. ما غمگینیم نه از آنکه بی پولیم یا بی مشوقیم یا بی منصب و مقام، بلکه چون حریصیم و پوچیم و احساس ناامنی می کنیم. با جهت بخشیدن دوباره به ذهنمان می توانیم به رضایت مطلوب برسیم. با رفتار صحیح و آنچه اکنون حضور قلب می نامیم، ما همچنین می توانیم آدم های بهتری شویم. می توانیم احساسات منفی و حالات منفی ذهن را برگردانیم، نادانی را به خرد، خشم را به مهربانی و حرص را به بخشندگی تبدیل کنیم. چهارمین حقیقت و راستی نهایی که بودا آشکار کرد آن است که می توان با آنچه او راه والای هشت گانه نامید به ورای رنج سفر کرد. این راه هشت گانه عبارت از تعدادی رفتارهای نیک و خردمندانه، نگاه نیک، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، معاش نیک، تلاش نیک، حضور قلب نیک و تمرکز نیک. آنچه برای غربی ها جالب است این است که خرد یک عادت است نه یک درک عقلانی صرف. فرد باید تکانه های شریفتر وجودش را طبق یک روال منظم به کار بگیرد. همان گونه که اندام را پرورش می دهد، لحظه درک و اشراق فقط یک بخش از آدم بهتر شدن است. پس از مرگ بودا پیروانش
سروده ها و گفته هایش را گرد آوردند و نوشتند و دفترهایی ساختند برای راهنمایی پیروان در مراقبه اخلاق و زندگی با حضور قلب. پیروان بودا به دو مکتب اصلی تقسیم می شوند. شاخه تراوادا که آسیای جنوب شرقی را در نوردند و شاخه ماهایانا که در چین و آسیای شمال شرق ریشه دواندند. امروزه بین نیم تا 1.5 میلیارد بودایی در شرق و غرب عالم هستند که به پیروی از آموزه های بودا جوگای ذهنی وارسته تر و مهربان تر هستند. شگفت آن که آموزه های بودا صرف نظر از نام و هویت معنوی اهمیت چندانی دارند. ما هم مانند بودا قدم به جهانی گذاشته ایم که نمی دانیم چقدر رنج در آن هست و درک نمی کنیم که تیر روزی، بیماری، مرگ به سراغ ما هم می آیند. هرچه پیرتر می شویم حقیقت رنج فراگیرتر می شود. چه بسا بخواهیم یک سره از آن فرار کنیم، ولی تعالیم بودا یادآور می شود که باید با رنج روبرو و چشم در چشم شد و همه تلاشمان را صرف این کنیم تا بنده خواهش های ما نباشیم و درک کنیم که به رنج می توان چون رشته پیوندی با دیگران نگاه کرد که ما را به سوی مهربانی، دلسوزی و گذشت پیش می برد.